درود دوستان عزیزم امیدوارم تندرست و خورسند باشید هزار جمله اساسی حیاتی و مورد نیاز انگلیسی این جملات چرا مهم یادگیریشون چون در زندگی روزمره انگلیسی و انگلیسی واقعی شدیدن کاربرد دارن به جای اینکه وقت تو تلف کنی یه چیزایی یاد بگیری که اصلا به دردت نخوره این جملات رو یاد بگیر چون شدیدن دارن استفاده میشن و مورد نیازته لغت میخوای یاد بگیری این جملات رو یاد بگیر به جاش به جای اینکه لغت رو به تنهایی حفظ کنی اگر میخوای ساختار یاد بگیری ساختارا رو توضیح دادیم اگر میخوای جمله یاد بگیری توضیح دادیم هر چیزی که مورد نیازته و در هر سطحی که باشی از سطح مبتدی تا متوسط به بالا میتونی از این درس مفید و موثر استفاده بکنی به شرطی که طبق روشی که خدمتون توضیح دادیم پیش بیایید لطفا برای ادامه دار شدن این درس ها و حمایت از ما این ویدیو رو لایک بکنید و با یک کامنت زیبا اعلام بکنید که چقدر این درس تونست در یادگیری شما موثر و مفید باشه بپردازیم به هزار جمله اساسی حیاتی و مورد نیاز در انگلیسی روزمره I got it I got it I فائل جمله من دقت داشته باشید که زمیر آی در هر جای جمله که بیاد باید به صورت بزرگ و کپتال نوشته بشه got گذشته فعل get یعنی گرفتم it برمیگرده به اون ماجرایی که داره در موردش صحبت میکنه I got it اگه توجه بکنید got به تی خط میشه و it با یه کوتاه در اینجا I صداش یه کوتاهه I got it و برای راحتی تلفظ گفته میشه I got it I got it لطفاً با هم تکرار کنیم I got it I got it Me too Me too می یعنی به من مرا تو در اینجا یعنی همچنین می تو یعنی من هم همینطور من هم همچنین با هم تکرار میکنیم می تو می تو نات یت نات یت not برای منفی کردن در اینجا اومده و yet یعنی هنوز در اینجا معنی دیگر yet یعنی با این وجود not yet یعنی هنوز نه جمله و عبارتمون رو با هم تکرار میکنیم. not yet not yet call me call me call یعنی صدا زدن فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه call me به من مرا کال می یعنی مرا صدا بزن یا به من زنگ بزن کال دو تا معنی داره یا صدا زدن یا زنگ زدن به من زنگ بزن یا کال می منو صدا بزن با هم تکرار میکنیم کال می کال می but why but why but یعنی اما همچنین به معنی غیر از but why یعنی چرا دقت داشته باشید وقتی که میخواید دابلی رو در انگلیسی تلفظ بکنید از ایزان دلم لبهاتون باید حالت لولهی به خودش داشته باشه یعنی نباید بگید why باید بگید why و لبها حالت لولهی کلن دابلیو به این صورت در انگلیسی تلفظ میشه But why اما چرا چرا اینجوری تلفظ میشه چون صداشه و ما این صدا رو در فارسی نداریم به همین دلیل به اشتباه ممکنه با صدای وی تلفظش بکنید But why اما چرا اما به چه دلیل برای اینکه باید تکرار کنید تا عضلات زبانی و دهانیت رو رشد بدهی با هم تکرار میکنیم But why But why How sad How sad. How یعنی چطور چگونه چقدر Sad یعنی غمگین یا اندوهناک با هم تکرار کنیم چقدر غمگین How sad How sad Imagine 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 یعنی تصور کردن یک فعله در ابتدای جمله و به عنوان تنها کلمه جمله من اومده یعنی تصور کن امریه imagine دقیق داشته باشید تلفظ آی ها رو در اینجا نقش ای کوتاه رو دارن و حواستون باشه که این آی های کوتاه به این صورت تلفظ میشه ای ای بین ای و ا imagine یعنی نمیگم imagine یا ایمجین imagine. imagine imagine تصور کن تصور کن که به راحتی داری انگلیسی صحبت میکنی و با هم تکرار میکنیم imagine imagine It is true. It's true. It's, یعنی آن است دقت بکنید که کوتاه شده it is میشه it's it's true true دقت بکنید بین t و r صدایی وجود نداره پس ما هم مجاز نیستیم صدای اضافه بکنیم ترو یا ترو درست نیست تر 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 ترو ترو ترو, ترو یعنی درست it's true برای تایید حرف طرف مقابل با هم تکرار میکنیم بگیم درسته It's true It's true No doubt No doubt نو no برای منفی کردن اومده داوت یعنی شک و شبهه دقت داشته باشید که بی در اینجا ناخاناست و او یو در اینجا به صورت او تلفظ میشه مثل how مثل اباوت. داوت. doubt شک و شبهه حالا با هم میگیم بدون شک شکی نیست اگر تلاش کنی به نتیجه خواهی رسید با هم بگیم بدون شک no doubt no doubt I forgot I forgot من فراموش کردم فعل forget که میشه فراموش کردن گذشتهش میشه forgot I forgot یعنی من فراموش کردم جملات انگلیسی که تمرین میکنم و یادم میره چرا دلیلش چیه دلیلش اینه که به جای اینکه این جمله رو بارها تکرار کنی بهش مسلط بشی سریع عجله داری که بری جملات بعدی رو یاد بگیری تا جمله فعلی رو با تکرار کافی مسلط نشدی سراغ جملات بعدی نرو یا درس های بعدی درس فعلی رو مسلط شو بعد برو سراغ درس های بعدی یادگیری عمیق رو فدای کمیت یادگیری نکنید با هم تکرار میکنیم I forgot I forgot Be ready Be ready بی فعل جمله است در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی باش ready یعنی آماده زمانی که میخواید R رو در انگلیسی تلفظ کنید حواستون باشه که زبونتون نزدیک سقف دهان میشه اما لمسش نمیکنه Be ready با هم تکرار میکنیم Be ready Be ready What now What now What یعنی چه چیزی یا آنچه Now یعنی اکنون تلفظش رو دقت بکنید Now What یعنی چه یا آنچه در دابلیو ها کلا دابلیو تلفظ میشه و اچ تلفظ نمیشه و وقتی هم که میخواید دابلیو رو تلفظ کنید لبهاتون باید حالت لوله ای باشه و و What now? حالا چی؟ What now? با هم تکرار میکنیم. What now? What now? Allow me. Allow me. Allow یعنی اجازه دادن نکته تلفظی دابلی رو بهتون گفتم باید لبهاتون حالت لولهی باشه اینجا دقیقا خودش رو نشون میده Allow می allow اجازه دادن در ابتدای جمله اومده یعنی اجازه بده به چه کسی می به من مرا allow me به من اجازه بده با هم تکرار میکنیم allow me allow me call him call him call صدا زدن در ابتدای جمله اومده یعنی صدا بزن چه کسی رو him call him به اوی آقا زنگ بزن اگه خانوم بود call her Call him, call her. با هم تکرار میکنیم. Call him. Call him. Be quiet. Be quiet. بی فعل جمله در ابتدای جمله اومده یعنی باش. Quiet یعنی ساکت. Quiet. بچه ها دقت بکنید هر جای استفاده نکنید فقط جایی که مرتبطه. Would you please be quiet؟ معدبانش میتونید بکنید ولی در کل مواظب باشید که لحن بیانتون خیلی جدی نباشه که حالت بیادبی به خودش نگیره Be quiet Be quiet Leave it Leave it لیو یعنی ترک کردن رها کردن در ابتدای جمله اومده یعنی رهاش کن چه چیزی رو ات اون چیز رو اون ماجرا رو دقت کنید بچه‌ها تلفظ لیو رو در اینجا یک ای کشیده است لیو رها کردن بی خیال شدن leave به و ختم میشه و این یکی با یک ای کوتاه شروع میشه leave it leave it پس نمیگم leave it یا leave it leave it leave it و دقت میکنید که در اینجا به هم میچسبن leave it با هم تکرار کنیم leave it leave it who else who else Who یعنی چه کسی Else یعنی دیگر غیر Who else یعنی دیگه کی دیگه چه کسی همطور که قبلا گفتم خدمتون WH رو وقتی میخواید تلفظ کنید لبهاتون حالت لوله ای و else هم که مشخصه Who else Who else میبینید که اینجا به هم میچسبن برای روان شدن گفتار با هم تکرار میکنیم Who else Who else Is not it Isn't it? Is not it? بهش میگن tag question. یعنی آیا اونطور نیست؟ Is not که مخفف شده شده isn't. Isn't. در اینجا ای ها کوتاه هستند اگه بخواید کاملتر بگید میشه isn't it? یا اگر بخواید تر بگید تی رو هم میتونید حذف کنید isn't it? با هم تکرار میکنیم isn't it isn't it? so what so what سو so, یعنی بنابراین پس یا در این حالت وات یعنی چه چیزی آنچه دقت بکنید بچه ها اینجا W رو که لب حالت لوله‌ای باید باشه و سو وات یعنی که چی بشه که چی که چی حالا انگلیسی رو با تلفظ درست یاد بگیریم که چی بشه انگلیسی رو همینجوری صحبت میکنن اگر میخواید انگلیسی معیار رو اگر میخواید انگلیسی استاندارد رو که هر جای دنیا قابل استفاده است مهم نیست چه کشوری باشید تلفظ درست رو اگر بخواید یاد بگیرید به این صورته بنابراین با هم تکرار میکنیم و یاد میگیریم طبق چیزی که کودک یاد میگیره با گوشاش کودک هیچ سوادی نداره اما با گوشاش میشنوه و با زبانش عضلات زبانیش و دهانیش رو تقویت میکنه تکرار میکنه جملات رو شما هم اجازه بدید کودک انگلیسی زبان ذهنتون که در ذهن شما شکل گرفته سالهاست خاک داره میخوره رشد کنه در این درس سو وات که چی بشه با هم تکرار میکنیم سو so وات So what? I am sad. I'm sad. I am من هستم و مخففش میشه I'm sad یعنی غمگین I'm sad یعنی من غمگینم I'm happy یعنی من خوشحالم I'm sad یعنی من غمگینم امیدوارم شما غمگین نباشید I'm sad I'm sad whatever 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 از دو کلمه ever و what درست شده و یعنی هرچی باشه حالا هر که باشه مهم نیست whatever اگه بخواید سریعتر تلفظ کنید میشه whatever whatever این تیه یه مقدار تو دماغی تر و تبدیل به دی میشه whatever 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 یعنی هرچی باشه هر چی که باشه مهم نیست برا با هم تکرار میکنیم whatever whatever after all After all After یعنی پس از بعد از All همه After all یعنی بعد از همه یا به عبارتی در نهایت سرانجام و اگر دقت بکنید در اینجا After به ر ختم میشه R هم که زبانتون نزدیک سقف دهان ولی لمسش نمیکنه و در اینجا با یک O شروع میشه میبینید که داره به هم می چسبه After all After all با هم تکرار میکنیم After all After all It is over. It's over. It's یعنی اون چیزه چی شده؟ Over. Over یعنی تمام شدن یا روی بالایه خوشبختانه ما صدای وی رو در فارسی داریم. نیشه دندون بالا لب پایین رو میگزه. Over. Over. It's over. تمام شده تمام ماجرا تمام دیگه با این درس انگلیسی راه میفته قول میدم بهت لطفا جملات رو با من فقط تکرار کن اجازه بده کودک انگلیسی زبان ذهنت رشد کنه It's over It's over Last month Last month Last یعنی آخرین و month یعنی ماه زمانی که TH رو در month میخواید تلفظ کنید زبونتون زیر نیشه دندون بالا در همون حالت که نگه داشتید میگید سه سارا مثلا Last month 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 Last month ماه گذشته Last month ماه گذشته یا آخرین ماه با هم تکرار میکنیم Last month Last month next month next month next یعنی بعدی و month یعنی ماه ماه آینده میشه next month با هم تکرار کنیم تلفظ تی رو هم که براتون گفتم با هم تکرار میکنیم next month next month nine times 9 times 9 یعنی 9 times یعنی دفعات time یعنی زمان و times در اینجا یعنی دفعات 9 دفعه یا 9 بار میشه 9 times اگر لازمه repeat every sentence 100 times هر جمله رو صد بار در اینجا تکرار کنید تا بهش مسلط نشدید رهاش نکنید اما ممکنه که ناین تایمز کافی نباشه نه بار کافی نباشه با هم تکرار میکنیم با هم همراه باشیم لطفا ناین تایمز ناین تایمز over there over there over یعنی روی بالایه و اشاره به دور در اینجا TH رو وقتی میخواید در there تلفظ کنید حالت دوم تلفظ TH زبونتون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنید بگید ز زهره ز th, th, there اگه دستتون رو رو گلوتون بذارید و وقتی که میخواید بگید ز زبونتون در اون حالتی که زیر دندون بالاتون قرار داره گلوتون میلرزه th, over there همونجا اونها اونجا یا همونجا با هم تکرار میکنیم over there over there. Pardon me. Pardon me. Pardon یعنی مورد اف قرار دادن و در ابتدای جمله اومده. یعنی مورد اف قرار بده چه کسی رو؟ می مرا. Pardon me یعنی مرا مورد اف قرار بدید و کاربردش کجاست؟ کاربردش یعنی پوزش میخوام متوجه حرفتون نشدم حتی میتونید می رو هم حذف بکنید و چیزی که خود نیتیف ها انجام میدن وقتی حرف طرف رو متوجه نشدن میگن پاردن نکته تلفظی وقتی که آر رو در اینجا میخواید تلفظ کنید زبونتون نزدیک سقف دهان اما لمسش نمیکنه پار پاردن پاردن پاردون پار نمیگم پاردن می پاردن می یعنی متوجه نشدم با لحن سوالی پاردن می پاردن می یا کوتاهتر پاردن Pardon. با هم تکرار میکنیم. Pardon me. Pardon me. Take rest. Take rest. Take یعنی برداشتن گرفتن. Rest یعنی استراحت. Take rest رو هم رفته یعنی استراحت کن. اگه خسته شدی تسلیم نشد در این مسیر یادگیری انگلیسی. جملات رو با هم تکرار میکنیم و خوب یاد میگیریم. اگه خسته شدی take rest. Take rest. Take rest. Then when? Then when? then یعنی پس یا آنگاه when یعنی چه موقع then when رو هم یعنی پس چه موقع پس کی دقت داشته باشید تی ایچ رو در then زبونتون زیر نیشه دندونه بالا حالت دوم تلفظ تی میگید ز میشه then و دابلیو رو که میخواید در اینجا تلفظ کنید لبهاتون حالت لوله ای then when پس چه موقع انگلیسی یاد میگیریم خیلی سریع با انگلیسی مستحاب خوردن یاد میگیری فقط کافیه که جملات رو با هم بیای و تکرار کنیم اجازه بدی از اولات زبانی و دهانیت رشد کنن همونجوری که میری باشگاه وزن میزنی بازوات رشد میکنن اینجا باید از اولات زبانی و دهانیت رو اجازه بدی که کاملا رشد کنه و مسلط بشه به بیان جملات با هم تکرار میکنیم Then when Then when How sweet How sweet. How با همین تلفظ How یعنی چقدر، چه مقدار، چه اندازه. Sweet یعنی شیرین. Sweet. اگر توجه بکنید W در اینجا دقیقا لبهاتونو حالت بوسه و ای میکنه. Sweet یعنی شیرین با مزه. How sweet یعنی چقدر شیرین، چقدر با مزه. How sweet. How sweet. Answer me. Answer me. Answer یک فعل یعنی پاسخ دادن در ابتدای جمله اومده ساختار امری میشه یعنی پاسخ بده جواب بده می به من مرا Answer me یعنی جواب منو بده جواب حرفمو بده Answer me Answer me It is done It's done Done شکل سوم فعل do Do did done شکل سومش میشه done it's done ساختارش حال کامله یعنی یک کاری انجام شد به اتمام رسید با هم تکرار میکنیم لطفا it's done it's done take this take this take یعنی برداشتن گرفتن this یعنی این دقت داشته باشید در مورد تلفظ تی th اچ در this زبونتون زیر نیشه دندونه بالا و سعی میکنید در همون حالت بگید ز و همچنین در مورد تلفظ آی در اینجا که صدای ای e کوتاه میده نه ای e نه ا this take this اینو داشته باش اینو بگیر اینو بهش حواست باشه حالا من به شما میگم تلفظ اینو داشته باش take this با هم تکرار میکنیم take this take this Do not ask. Don't ask. Do not یعنی یه کاری رو انجام نده در ابتدای جمله اومده برای منفی کردن ask پرسیدن درخواست کردن don't ta ta, ta don't ask. داره می چسبه به هم نه این قاعده همونطور که گفتیم برای روون صحبت کردن و روون خوندن استفاده میشه این قسمت به هم چسبیده میشه don't task don't task don't ask یعنی نپرس درخواست نکن با هم تکرار کنیم جملمون رو don't ask don't ask stay away stay away stay یعنی ماندن و اقامت داشتن stay و اگر توجه بفرمایید اولش ا اضافه نمی کنم چون نداره انگلیسی همچین چیزی stay stay away away یعنی دور W دو رو هم در اینجا وقتی میخواید تلفظ کنید لبهاتون حالت لوله به خودش باید بگیره دو تا نکته تلفظی یکی اینکه اینجا ای نداره و یکی اینکه لبها حالت لوله در دوبلیو stay away stay away یعنی دور بمان دور باش دخالت نکن تو ماجرا با هم تکرار میکنیم لطفا stay away stay away It is good. It's good. Good یعنی خوب میدونید و توجه بکنید که تلفظ ای کوتاه در ات یک ای کوتاه بین ای و ا بنابراین نمیگم ایت یا ات ات ات, ات. بین ای و ا و, و گود یعنی خوب ایتس گود حالا شما جمله رو تکرار کنید که من در مقابلش به شما بگم ایتس گود ایتس گود آی ام گود I'm good. I'm یعنی من هستم. Good یعنی خوب. I'm good یعنی من خوبم. علاوه بر این که در پاسخ به how are you میتونید بگید I'm good در وقتی که چیزی نمیخواید مثلا رفتی رستوران طرف میگه ف... میخوای فلان چیزو برات بیارم یا فلان چیزو میخوای یا کسی بهتون پیشنهاد میده میتونید بگید I'm good یعنی من چیزی نمیخوام درسته معنیش یعنی من خوبم اما کاربردش یعنی من چیزی نمیخوام تغییری تو حالم نمیخوام ایجاد بکنم همین شرط فعلی اوکیه چیز اضافی نمیخوام اینم کاربرد بسیار مهم این جمله و عبارت با هم تکرار میکنیم I'm good I'm good. Finish it. Finish it. Finish یعنی تمام کردن. It داره در مورد اون ماجراه صحبت میکنه که اون ماجرا رو تمومش کن. بچه ها توجه کنید تلفظ آی ها رو در اینجا یه کوتاه هستن Finish. پس نمیگم finish یا finish. Finish it. اگه به تلفظش توجه کردید میبینید که در اینجا این به ش ختم میشه و بعدی با یه کوتاه شروع میشه پس به این صورت برای اینکه بچسبن به هم میگیم فنیشت 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 تمومش کن به اتمام برسونش منم به شما میگم این درس رو تا انتها ادامه بدید و بعد فنیشت با هم تکرار میکنیم فنیشت فنیشت All right All right all یعنی همه و right یعنی سمت راست حق و توجه بکنید وقتی که میخواید all right رو تلفظ بکنید این الها تو دماغی میشن و R رو وقتی میخواید تلفظ کنید زبونتون نزدیک به سخف دهانتون میشه بنابراین اینجا خیلی تو دماغی میشه میشه all right all right به تعبیری میتونیم بگیم این الها اصلا شنیده نمیشن all, all right all right معنی و کاربردش یعنی بسیار خوب بسیار عالی لطفا گوش بدید و تکرار کنید All right All right Be seated Be seated Be یعنی باش در ابتدای جمله اومده فعل ما و ساختار رو امریک کرده یعنی باش یه چیزی سیت یعنی صندلی و سیتد یعنی نشسته بی سیتد یعنی نشسته بمونید از جاتون بلند نشید میخوام حرفای مهمی رو بهتون بزنم که حتما مهم گوش بدید پس بی سیتد با هم تکرار میکنیم بی سیتد بی سیتد می ایذر می ایذر می یعنی به من مرا و ایذر یعنی همچنین همینطور می ایذر یعنی من هم همینطور من هم همچنین توجه کنید بچه ها معادل قشنگتر و زیباتریه برای می تو یا سیم هیر معادلشونه و خیلی قشنگتر و خیلی زیباتر این سر جاش تلفظ تی رو دقت بکنید اگر میخواید قشنگتر بیان کنید نیتیو لایک like اگر میخواید انگلیسی رو با تلفظ درست بیان بکنید تلفظ تی ایچش به این صورته در اینجا زبونتون زیر نیشه دندون بالا و حالت دوم تلفظ تی ایچ سعی میکنید بگید ز میشه ای e Either, either, me either, من هم همینطور شما یاد گرفتید؟ من که یاد گرفتم Me either, من هم همینطور پس بیاید با هم تکرار کنیم Me either, me either same here. same here, same here Same یعنی همان here یعنی اینجا یا از جانب من Same here یعنی من هم همونو میخوام منم هم همینطور معادلیه برای me either و me too اینم قشنگ از می تو یه مقدار زیباتر با هم تکرار میکنیم پس یادش بگیریم سیم هیر سیم هیر نو واریز نو واریز نو no برای منفی کردن اومده و worry یعنی نگرانی و worries یعنی نگرانی ها نو no به همین شکل یعنی باید به صورت جمع باید بیاد یعنی مشکلی نیست نگران نباش چیزی نیست یکی از پرکاربردترین جملات و عبارت ها تو انگلیسی روزمره است که همین الان در امریکا و کانادا داره استفاده میشه و معادلیه برای خواهش میکنم اختیارداری مشکلی نبود حتما اشکالی نداره پس معادلیه که همه جا قابل استفاده است با هم تکرار کنیم خوب یادش بگیریم و نکته تلفظی لب ها حالت لوله ای در و در worries با هم تکرار کنیم no worries no worries bless you bless you bless یعنی رحمت آفیت you بر تو you یعنی تو و در اینجا یعنی bless you یعنی رحمت بر شما باشه عافیت باشه دقت بکنید با بچه‌ها نکته تلفظی رو bless در اینجا b و l بینش صدای وجود نداره پس ما هم مجاز نیستیم صدای اضافه بکنیم b ب b اینو تکرار کن که خوب یاد بگیری اول b ب ب ب ب ب ببین ای نداره بینش و بعدش بگو bless بلس یعنی رحمت و بلس یو وقتی که روهم گفته میشه اینجا این دو تا اس ها تبدیل به ش میشن بلش یو خیلی ها میگن بلس یو خیلی هم میگن بلش یو دو هم درسته شما کدومو میگی با من تکرار کن لطفا بلس یو بلس یو فاین بای می فاین بای می فاین یعنی خوب بای می یعنی توسط من از نظر من فاین بای می یعنی از نظر من مشکلی نیست از نظر من اوکی okay, من موافقم با هم تکرار کنیم فاین بای می فاین بای می Absolutely، Absolutely، ابsلوت Absolute یعنی مطلق و Absolutely یعنی به طور مطلق که معادلش میشه قطعا بدون شک Absolutely. با هم تکرار کنیم تا خوب یاد بگیریم. Absolutely. Absolutely. Is that so? Is that so? is یعنی است that اون چیزه سو so, این چنین is that so, یعنی اونطوریه اونطوره میدونم که در ابتدای راه اگر باشید حتی در سطوح متوسط انگلیسی به بالا تلفظ کردن is that بعد از این ز در is که شما یه دونه تی اینجا دارید حالت دوم تلفظ th که بعد ز تلفظ بشه یعنی میشه is that یه مقدار براتون ممکن اینجا سخت باشه ولی با تمرین اوکی میشه دقت داشته باشید این ز صدا میده اینجا تی اچ زبونتون زیر نیشه دندون بالا و بعد باید سعی کنید بگید ز در حقیقت صدا به این صورت میشه از ذات سو یه تغییر صدا اینجا دارید با من تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید از ذات سو از سو ات هپنز ات هپنز It, اون اون majra happens اتفاق افتادن و اس سوم شخص گرفته این برمیگرده به این it ات happens یعنی پیش میاد اتفاق میفته طرف مثلا داره خیلی پرچونگی میکنه شما میخوای بپیچونی بگی آره پیش میاد دیگه بی خیال بابا انقدر توضیح نده it happens پیش میاد با هم تکرار میکنیم it happens it happens never mind never mind never یعنی هرگز mind دو تا معنی داره در معنی اسمی یعنی ذهن فکر و در معنی فعلی یعنی اهمیت دادن never mind یعنی هرگز اهمیت نده برات مهم نباشه خودتو اذیت نکن اگر در گذشته به روش های متفاوت سعی کردی انگلیسی رو یاد بگیری و نتیجه نداد never mind اهمیت نده با این روش با روش انگلیسی مثل آب خوردن روش طبیعی یادگیری همان گونه که یک کودک انگلیسی رو یاد میگیره با گوشاش میشنوه و تکرار میکنه اجازه میده که عضلات زبانی و دهانیش رشد کنه کودک انگلیسی زبان ذهنش که شکل گرفته با تصمیم برای یادگیری انگلیسی اجازه میده که این کودک رشد کنه لطفا با انگلیسی مثل آب خوردن و روش طبیعی یادگیری انگلیسی همراه باش و جملات رو تکرار کن خواهش میکنم ازت برای موفقیت خودت با هم تکرار میکنیم Never mind. Never mind. No kidding. No kidding. نو no برای منفی کردن اومده. Kidding حالت آینجی فعل kid. Kid دو تا معنی داره. در معنی اسمی یعنی بچه کودک و در حالت فعلی فعل kid یعنی شوخی کردن. No kidding یعنی بدون شوخی. شوخی ندارم. با هم تکرار کنیم. No kidding. No kidding. Not at all. Not at all. at all یعنی به طور کلی not at all یعنی به طور کلی اصلا به هیچ وجه دقت بکنید برای تلفظش بچه ها not به تی ختم میشه و بعدیش با ا شروع میشه not ت دوباره یه t اینجا داریم که با او شروع میشه not at all not at all not at all اگه توجه بکنید برای و روون صحبت کردن و روون خوندن به همدیگه چسبیده میشه لطفاً با هم تکرار کنیم not at all. Not at all. Do not shout. Don't shout. Do not یعنی یه کاری رو انجام نده برای منفی کردن و نهی اومده. چه کاری؟ فعل shout. اینجا اویوش به صورت about, او oh, oh, about تلفظ میشه. Shout. Shout یعنی فریاد زدن، داد زدن. Don't shout یعنی داد نزن فریاد نزن متوجه شدیم که باید جملات رو با صدای رسا تکرار کنیم پس تکرار کن Don't shout Don't shout What is new What's new What is یعنی چیه نیو جدید What's new یعنی خبر جدید چیه تلفظ نیو یا نو دوتا تلفظ هم قابل قبول و قابل استفاده است نیو و نیو What's new یا What's new یعنی خبر جدید چیه؟ موضوع جدید چیه؟ حتی برای احوال پرسی هم میتونید برای کاربردش استفاده بکنید What's new؟ دقت بکنید تلفظ W رو در What که لبها حالت لوله ای باید باشه What's, what's new؟ یا What's new؟ خبر جدید چیه؟ شما به من بگید What's new؟ What's new؟ Who is next؟ Who is next? Who چه فردی یا آن کسی که next یعنی بعدی Who is next یعنی نفر بعدی کیه یا بعدی کیه با هم تکرار میکنیم Who is next? Who is next? That is all That's all That is یعنی آن است All یعنی همه That's all. اگه توجه داشته باشید میبینید که اینجا That به z ختم میشه و بعدی با او در all شروع میشه. That's all. That's all. میبینید که به هم میچسبه مری روون صحبت کردن و روون خوندن. با هم تکرار میکنیم. That's all. That's all. Promise me. Promise me. promise یعنی قول دادن بچه ها دقت بکنید اینجا رو ببینید بین P و R صدایی وجود نداره پر 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 این صدا رو بخوای تولید بکنی میدونم یکم سخت اولش ببین اگر آر رو بخوای تلفظ کنی زبونت باید نزدیک سقف دهانت باشه ولی لمسش نمیکنه یکی از دلایلی که سخت براتون تلفظ مثلا جایی که به پی و بعدش مثلا آر ختم میشه مثل پرامیس اینه که آر رو درست تلفظ نمیکنه تو انگلیسی آر رو اگر در انگلیسی بخواید تلفظ کنید زبونتون نزدیک سقف دهان این از این حالا اینجا یه دونه پی داریم پی رسیده به آر پس میشه پر 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 پر, پر. تکرار کنید لطفا حالا بعدش میشه پرا پرا پرا, پرا. اینجا اوه درسته و ما صدای آمیده. میده پرا پرامس پرامس اینم یک آیه کوتاهه پرامیس نیست پرامس promise اگر این تکنیک های ساده تلفظی رو که دارم بهتون تو این درس یاد میدم اگر یاد بگیرید کل انگلیسی براتون راحت و مثل آب خوردن میشه دقیقا انگلیسی مثل آب خوردن هنر و تکنیکش اینه پس اینجا داریم پر پرا یعنی قول دادن حالا promise قول بده فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه میشه promise قول بده می به من promise می به من قول بده شما هم به من قول بدید که این تکنیک هایی که اینجا میگیم رو تکرار کنید تمرین کنید با صدای رسا بیان کنید و اجازه بدید کودک انگلیسی زبانی که در ذهن شما و از زبانی و دهانی شما شکل گرفته اجازه بدید که این رشد بکنه و مهارت صحبت کردنش بره بالا با تکرار این جملات همان گونه که یک کودک زبان مادریش رو یاد میگیره با تکرار کردن با گوشهاش میشنوه و با, با زبانش و عضلات زبانی و دهانیش تکرار میکنه عزیزان دلم خوندن سرانجامش میشه خوندن یعنی مهارت خوندن شما فقط با خوندن میره بالا مهارت مکالمه شما و صحبت کردنتون در انگلیسی که در حقیقت میشه سپیکینگ با صحبت کردن تقویت خواهد شد پس حتما پرامیس می به من قول بدید که جملات رو تکرار خواهید کرد پس promise me به من قول بده و با صدای رسا تکرار کن promise me promise me stop there stop there stop یعنی توقف کردن متوقف کردن و دقت بکنید عزیزان دلم st میبینید اه نداره نه یه ذره سخته میدونم اولش st این صدا رو باید بتونید تولید کنید حالا stop stop اینجا آ صدای آ میده stop یعنی متوقف شدن پس استوپ یا استاپ اشتباهه استاپ یعنی توقف کردن فعل ماست در ابتدای جمله اومده یعنی توقف کن یا بیست there یعنی آنجا تی th در there حالت دوم تلفظ تی ایچه زبونت زیر نیشه دندونه بالا همونجا که نگهش داشتی میگی ز زه ز زه زهره مثلا میشه ز the stop there یعنی اونجا وایسا همونجا بیست با هم تکرار میکنیم stop there stop there come along come along come یعنی آمدن و کام لانگ رو همدیگه یک فعل عبارتی یعنی همراهی کردن دقت بکنید فعل کام به م در واقع ختم میشه کا کام و کلمه بعدی با الانگ شروع میشه صدای ا داره شوا داره کاملانگ کام الانگ کام میبینید که به هم میچسبه این هم برای نکتهی که روون بیان کنید پس با ما همراهی کنید لطفاً کاملانگ Come along. I disagree. I disagree. فائل جمله است یعنی من قبلا خدمتون ارز کرده بودم زمیر آی هر جایی جمله بیاد چه اول چه وسط چه پایان باید به صورت بزرگ نوشته بشه agree یعنی موافقت کردن موافق بودن میدونید اینجا با پیشوند this منفی یا متضاد شده پس دس یک پسوند مخالف ساز یا متضاد ساز در انگلیسی و تلفظش هم اینجوریه دس دس این ای کوتاه این آی نشانگر ای کوتاه بین ای و ا دس دس حالا اینجا یه ا ای داریم دسگری دسگری آی دسگری من مخالفم آی دسگری آی دسگری کیپ quiet keep quiet keep یک فعل در ابتدای جمله اومده یعنی نگهدار حفظ کن یعنی نگه داشتن یا حفظ کردن و در ابتدای جمله فعل اومده ساختار امری شده کیپ یعنی حفظ کن quiet یعنی ساکت یا سکوت کیپ quiet یعنی سکوت رو حفظ کن یا به تعبیری ساکت بمون و حواستون باشه کیپ کوایت یه مقدار بار بیادبی ممکنه داشته باشه با لحن بیان باید بدونید که کجا استفاده میکنید با هم تکرار کنیم جملمون رو کیپ کوایت کیپ کوایت هاو گریت هاو گریت هاو یعنی چقدر چگونه چه مقدار گریت دوباره یکی از اون مواردی که اولش با دو حرف بی صدا شروع میشه این صدا رو هم باید یاد بگیرید بتونید تولید کنید گر، گر. اولش گه بعد میرسه به آر در آر که میدونید زبون نزدیک سقف دهان great 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 یعنی عالی و بزرگ عظیم how great یعنی چقدر عالی پس تلفظی مثل great اشتباه قربونتون برم دورتون بگردم لطفا با من تکرار کنید فداتون بشم How great چقدر عالی چقدر عالی دارید پیش میاد و جملات رو تکرار میکنید برای پیشرفت خودتون با هم تکرار میکنیم How great How great Next time Next time Next یعنی بعدی و time یعنی زمان و در اینجا یعنی دفعه Next time دقت میکنید به T خط میشه اولیش یعنی next به T میرسه و time با T دوباره شروع میشه Next time Next time بینید یه دونه T دارید میشنوید پس این هم یک قانون جایی که اولی اگر به یک حرف ختم شد و دومی با همون حرف شروع شد فقط یک بار از اون حرف شما خواهید شنید مثل next time آیا موارد دیگه ای به ذهن تو میرسه لطفا تو کامنت برام بنویسید چه مواردی داریم که کلمه بعد با همون صدا شروع بشه مثل next time اینجا یه دونه تی میشنویم next time دفعه بعدی اگر با یک بار به این درس مسلط نشدید که طبیعتاً این اتفاق نخواهد افتاد میخوام بگم که ناامید نشید next time دوباره دفعه بعدی try کنید سعی کنید با هم تکرار میکنیم next time next time of course of course of course یک عبارت بسیار پرکاربرد یعنی البته البته که اگر با برنامه ریزی روزمره چند باری جملات رو تکرار کنی رشد بی نظیری در سپیکینگت و قوای مکالمت خواهی داشت که تا به حال تجربه نکردی من این رو قول بهت میدم و آف course البته بهش خواهی رسید با من تکرار کن لطفا آف course of course right here right here right یعنی سمت راست و حق و درست Right در اینجا برای تاکید اومده یعنی دقیقا Here یعنی اینجا Right here یعنی دقیقا همینجا یا همینجا با تأکید با هم تکرار میکنیم Right here Right here Sure thing Sure thing Sure یعنی با اطمینان قطعی مطمئن Thing یعنی چیز عزیزان دلم تلفظ تی رو در thing دقت بکنید اینجا حالت اول تلفظ تی زبونتون زیر نیشه دندونه بالا در همون حالت سعی میکنید بگید سه سارا مثلا میشه و اینجا آیش آیه کوتاهه thing thing شور sure thing یعنی چیز قطعی البته بدون شک با هم تکرار کنیم پس شور sure thing sure thing You got it. You got it. You to got گذشته فعل get. یاد گرفتیمش قبلا نه؟ got یعنی گرفتی، به دست آوردی، فهمیدی، متوجه شدی. it برمیگرده به اون ماجرایی که داره در موردش صحبت میکنه و موضوع مکالمه مونه. You got it یعنی گرفتیش. دقت کنید you خودش یک چانکه، یک بخشه. got it. و اگر توجه بکنید اینجا got به تی ختم میشه و بعضی موارد برای راحتی تلفظ میگن got it دی تلفظ میکنن اینجا هم باید توجه بکنید ای کوتاهه یو got it یو got it یو got it نمیگم یو got ایت اشتباهه یو got it گرفتیش متوجه شدی تکرار کن ببینم چی داری میگی یو got it یا یو got it دقیقاً آفرین بر شما you got it You got it. I am happy. I'm happy. I am که میشه I'm 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 happy happy یعنی خوشحال من هم خوشحالم که شما تا اینجای درس پیش اومدید و دارید جملات رو تکرار میکنید پس با هم میگیم I'm happy I'm happy I am angry I'm angry Angry یعنی عصبانی I'm angry یعنی من عصبانیم من ناراحتم یه نکته تلفظی بهتون بگم برای اینکه عصبانیتتون فروکش کنه I'm به مه خط میشه درسته؟ و angry با ا شوا شروع میشه ا ا ا. I'm, a, I'm, angry. I'm angry I'm angry I'm angry I am tired I'm tired I'm من هستم tired خسته I'm tired یعنی من خستم خسته جسمی یا فیزیکی امیدوارم شما خسته نباشید I'm tired I'm tired How is life How is life How که یعنی چطور چه مقدار چگونه life زندگی How's life یعنی زندگی چطوره زندگی چطور میگذره هم برای احوال پرسی میتونید استفاده بکنید هم برای این که بپرسید اوضاع و احوال زندگی چطوره من از شما میپرسم شما هم از من بپرسید با تکرار کردن این جمله و بگید How is life? How is life? Pray for me Pray for me پری یعنی دعا کردن باز یکی از اون مواردی که شدیدن بچه ها اشتباه تلفظ میکنن عزیزان دلم ببینید که بین پی و آر صدایی وجود نداره میبینید که پس ما هم مجاز نیستیم صدایی اضافه کنیم و بگیم یه موقع پری پری اشتباهه به این صورت تلفظ میشه پری پری و برای اینکه بتونید راحتتر تلفظ بکنید آر زبونتون نزدیک سقف دهان و پر 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 این صدا رو باید بتونید تولید بکنید Pray یعنی دعا کردن Pray for me یعنی برای من دعا کن شما هم برای ما دعا بکنید که بتونیم در این مسیر خدمتگذار شما جانان باشیم و بتونیم تأثیر گذار باشیم در پیشرفت و موفقیت شما با هم تکرار کنیم Pray for me Pray for me As you know As you know از یعنی آنچنان همانطور از you know یعنی همانطور که شما میدونید نو know یعنی دانستن و به صورت خیلی آمیانه تر you know هم گفته میشه برای راحتی در گفتار و تلفظ. هر کدوم که راحتیت میتونید بیان بکنید پس تکرار بکنیم از you know از you know I apologize i apologize i فایل جمله است و قبلا گفته بودیم که ضمیر i در هر جای جمله که بیاد باید به صورت کپیتال یا بزرگ نوشته بشه apologize یعنی پوزش خواستن عذرخواهی کردن apologize 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 تکرار کنید چون میدونم که برای خیلیاتون تلفظش سخته و دقت بکنید زمانی که میگید من عذر خواهی میکنم اینجا دیگه دی نداره چون شدیدا تو کلاس های آنلاین رایگان میبینم که بچه ها به جای اینکه بگن i apologize میگن i apologized اون داستانش یه چیز دیگه است. اینجا داریم I apologize یعنی من عذرخواهی میکنم حالا دقت بکنید اینجا ای به I آی به یه خط میشه اینجا با یه A شروع میشه. I, I apologize. I apologize. I apologize. apologize. می‌چسبم به هم برای راحتی تلفظ با هم تکرار میکنیم I apologize. I apologize. Many thanks. Many thanks. Many یعنی بسیاری یا خیلی زیاد Thanks یعنی سپاسگذاری ها قدردانی ها و اینجا توجه کنید که تی th ایچ در Thanks و Thank you حالت اول تلفظ تی ایچه و زبونتون زیر نیشه دندون بالا در همون حالت که نگه داشتید تایی میکنید بگید سه سه سومعیه میشه ثپاث Thepath بسیار Thepath میتونید اینو تمرین کنید و بعدش میتونید بگید Thanks Many thanks بسیار سپاس که این تلفظ ها رو داری به این روونی و شفافی داری آموزش میدی خواهش میکنم شما لطف دارید بی نهایت سپاس گذاریم برای اینکه تکرار میکنید جملات رو و خوب یاد میگیرید Many thanks Many thanks On the right On the right آن یعنی روی بالای ز در اینجا تی ایچ ای اگه بخوایی تلفظش بکنید تی ای تلفظ تی ایچش حالت دوم تلفظ تی ایچه زبونتون زیر دندون رو بالا در همون حالت سعی میکنید بگید ز میشه ز آن ز آن the رایت on رایت the, on the right. Right, یعنی راست سمت راست و یا حق درست آن the رایت right, یعنی در سمت راست با هم تکرار میکنیم آن the رایت right. آن the رایت right. that is cool that's cool that's یعنی آن چیز است چی؟ cool cool یعنی باحال و معنی خونکم میده و that's cool یعنی باحاله اوکیه دوست دارم خوشم میاد این کار بردارو داره با هم تکرار میکنیم that's cool that's cool this evening this evening this یعنی این چند تا نکته تلفظی تی اچ حالت دوم تلفظ تی اچ آی آی کوتاه پس میشه this 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 evening evening یعنی عصر دوباره اینجا آی آی کوتاهه با هم تکرار میکنیم this evening this evening this morning this morning this این گفتیم تلفظش مورنینگ morning یعنی صبح بچه ها یه موضوعی رو دقت بکنید وقتی که شما تلفظ درست مثلا this رو در این درس یاد گرفتی همش تو تکرارهای آینده تو متنها تو گفتار تو تلفظ همه جا دیگه درست داری تکرارش میکنی بنابراین اگر سعی کنید این اشتباهات تلفظیتون رو گام به گام و لحظه به لحظه در همین درس رفع بکنید که بدون شک منبع بی و عالی برای رفع مشکلات تلفظی شماست قطعا در آینده هم دیگه به مشکل نخواهید کرد و درست انگلیسی رو در انگلیسی مثل آب خوردن فرا خواهید گرفت با هم تکرار میکنیم This morning This morning It's raining It's raining فعل رین rain, یعنی باران باریدن و رینینگ حالت آینجیشه. It is raining یعنی دارد باران میبارد یک کاری که در زمان حال مدتی رو به خودش اختصاص داده داره بارون میاد It's raining. It's raining. Look around. Look around. Look یعنی نظر افکندن، نگاه کردن با دقت. Around یعنی دوروبر. Look, look look around. Look around. ببینید که اینجا دارن به هم میچسبن برای گفتار روان. کاربردش کجاست یعنی حواست باشه مراقب اطرافت باش دوروبرت رو بپا با هم تکرار میکنیم و این حالت چسبندگی رو هم رعایت میکنیم look around look around my pleasure my pleasure my مال من pleasure یعنی خوشی خوشوقتی دقت کنید عزیزان دلم باز این یکی از اون موارد شدید و اکید اشتباهات تلفظی در بسیاری از زبان آموزانه اینجا پا پا سعی کنید صدا رو تولید بکنید پا 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 پس ختم کلام بچه ها نیست نیز ای نداره پا پا پلیجر. پلیجر 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 یعنی خوشوقتی خوشی مای پلیجر یعنی باعث خوشی منه باعث خوشوقتی منه باعث خوشی منه که دارم بهتون انگلیسی یاد میدم از رهگذر انگلیسی مستاب خوردم و انگلیسی واقعی که در محیط در کانادا امریکا توسط افراد نیتیو و به خصوص کسانی که انگلیسی رو به عنوان زبان ارتباطات استفاده میکنن این انگلیسی داره استفاده میشه و کاربرد داره این جملات شدیدن پر کاربرد رو همینجا با تلفظ درست یاد بگیر و بگو My pleasure My pleasure My Any problem Any problem any یعنی هر یا هیچ در اینجا یعنی هر problem یعنی مسئله باز هم اومدیم سراغ یکی از اون مواردی که دو حرف بی صدا پای سر هم قبلا پر رو در پری داشتیم نه میبینی یک بار که تلفظت رو در یک جا درست بکنی و دیگه همش داره تکرار میشه زبان همینه همه زبان ها نه فقط انگلیسی پس داشتیم پری یعنی دعا کردن اینجا دوباره اومده پر پر پرا pro پرابلم مسئله ولی شنیده میشه و مشاهده میشه که خیلی از زبان آموزا میگن پرابلم عزیز دلم همچی چیزی نداریم تو انگلیسی any problem پر pro pro problem any problem هیچ مشکلی داری با این روش هیچ مشکلی داری قطعا نخواهی داشت اگر جملات رو فقط تکرار کنی اجازه بدی از اولات زبانی و دهانیت روش کنن با هم تکرار میکنیم any problem any problem how foolish how foolish how یعنی چقدر شگونه با همین تلفظ how how fool یعنی احمق و foolish یعنی احمقانه دقت کنید بچه ها foolish لش ل اینجا رو میگم این آیه رو صدای ایه کوتاه میده foolish foolish نمیگم foolish how foolish چقدر احمقانه انگلیسی زبان احمقانه یه؟ نه اصلا اینجوری نیست فقط باید قاعده شو یاد بگیرید چند تا قاعده ساده است یاد بگیرید یک بار برای همیشه به راحتی و به درستی میتونید انگلیسی رو صحبت بکنید در این درس ها با هم تکرار کنیم How foolish How foolish Go straight Go straight go یعنی برو فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه straight یعنی مستقیم go straight یعنی مستقیم برو دوباره اینجا یکی از اون مواردیه که اشتباه تلفظی straight نیست قربونتون برم دورتون بگردم قبلا این صدا رو گفتم که بتونید تولید بکنید مثل student مثل study مثل street میبینید داره همش تکرار میشه راستی چه کلمات دیگری داریم که با ست شروع میشن میدونید لطفا در قسمت کامنت برام بنویسید کامنت ها رو رسد میکنیم و بریم سراغ ادامه نکتمون گو میرسه به یه حرف بی صدا گوس گوس ببین اگر میخوای اون ا اشتباه رو هم حذف بکنی اینجا میتونی به هم بچسبونیشون گوس گوس گو استریت گو استریت مستقیم برو با هم تکرار میکنیم و مستقیم میریم به جلو go straight go straight that is true that's true that یعنی آن میدونید فقط نکته تلفظی رو دقت داشته باشید تی چش در اینجا حالت دوم تلفظ تی ای چه. زبونت زیر نیشه دندون بالات باشه و سعی میکنی در همون حالت بگی ز زهره مثلا ذ ذ that that is true true یعنی درست دوباره تی آر یکی از اون مواردی که به اشتباه تلفظ میشه خیلی ها شنیده میشه میگن ترو یا تورو هر دو تلفظ اشتباهه بچا True True با هم تکرار میکنیم that's true that's true you as well you as well You as well یعنی شما هم همینطور برای شما هم همین اتفاق بیفته فقط نکته تلفظیشو باید دقت بکنید زمانی که دابلی رو میخوای تلفظ کنید لب هاتون حالت لوله ای باید باشه you as well you as well یه نکته تلفظی شنیداری هم بهتون بگم مربوط به لیسنینگ شما ممکنه وقتی که سریع این عبارت رو بشنوید ممکنه فکر کنید طرف داره میگه یوز ول یوز ول یعنی خوب استفاده کن ولی معنی نمیده حواستون باشه پس با هم تکرار میکنیم یو از ول یو از ول Sounds good. Sounds good. Sound یعنی به گوش آمدن یا به نظر رسیدن. تو فارسی کمتر به گوش آمدن استفاده میکنیم و میگیم به نظر میرسه. Sounds یعنی به گوش میرسه. این اس سوم شخص هم برمیگرده به یک ات که در اینجا بوده. It sounds good. یعنی اون ماجراها اون چیزی که داری در موردش صحبت میکنی خوب به نظر میرسه. It sounds good که مخففترش میشه Sounds good. خیلی کاربرد داره. خیلی استفاده میشه بچه ها Sounds good. حالا اگه بخوام بگم عالی به نظر میرسه یا عالی به گوش میرسه چی باید بگم؟ لطفا بنویسید کامنتر رو رست میکنیم و با هم خوش بش خواهیم کرد. دمتون گرم و فراموش نکنید که با هم تکرار کنیم جملات رو. Sounds good. Sounds good. Much better. Much better. much یعنی خیلی better یعنی بهتر در مورد تلفظ t هم در اینجا میتونید راحت ترش کنید بگید better اختیار با خودتونه بخواید بگید much better یا much better دوتاش هم درسته و کاملا قابل استفاده است با هم تکرار میکنیم much better much better by no means by no means mean یعنی منظور داشتن means من یعنی منظور داشتن ها by no means یک عبارت خیلی هم پرکاربرده یعنی به هیچ وجه اصلا by no means by no means I am scared I'm scared I'm یعنی من هستم scared یعنی ترسیده از فعل scare یعنی ترساندن میاد اینجا دقت کنید M که در اینجا صدای م رو تولید میکنه بی صداست و S هم بی صداست طبیعتا I'm, I'm, برای اینکه اینجا ا ای اضافه نکنی به اشتباه به رو به هم I'm scared. I'm scared I'm scared I'm scared I'm scared من ترسیدم از این روش انقدر عجیب غریبه نه اصلا عجیب غریب نیست کودک هم دقیقا زبان مادریش رو همینجوری یاد میگیره آن چیزی که میشنوه و آن چیزی که داره بیان میشه رو تکرار میکنه و چیزی رو نمیتونه بخونه بچه پس شما هم اجازه بدید که کودک انگلیسی زبان ذهنتون که در مغزتون شکل گرفته با همین روش گوش بده و تکرار کنه و خوب انگلیسی رو یک بار برای همیشه با انگلیسی مثل خوردن یاد بگیره با هم تکرار میکنیم I'm scared I'm scared I screwed up I screwed up آی فایل جمله است یعنی من قبلا گفته بودیم که باید به صورت بزرگ همه جا نوشته بشه سکرو یعنی پیچ و پیچاندن و اینجا با حرف اضافه آپ یعنی سکرو آپ یعنی گن زدن خرابکاری کردن و اینجا اگر توجه بکنید با یک ایدی به زمان گذشته برده شده یعنی من گند زدم خرابکاری کردم روش های گذشته ای که نتونست منو به مقصد برسونه در یادگیری انگلیسی روشهایی بودن که I up من خرابکاری کردم نمیخوام بگم من گند زدم ولی اینکه با روش انگلیسی مثل آب خوردن سریعتر میتونی یاد بگیری و نکته تلفظی هم اینجا دقت بکنید ایس ice اینجا رو تا اینجا میاد ice screwed up و اینجا د بعدش یه دونه آ داره میشه I screwed up I screwed up بیا با هم تکرار کنیم I screwed up I screwed up. Act your age. Act your age. Act یعنی اقدام کردن، رفتار کردن و در ابتدای جمله است فعل دیگه. در ابتدای جمله اومده یعنی اقدام کن، رفتار کن. Your age یعنی سن و سال تو. Act your age یک یعنی عبارت که حالت اصطلاحی هم داره. یعنی مطابق سن و سالت رفتار کن. یه مقدار کارهای عجیب غریب نکن. با هم تکرار میکنیم Act your age. act your age. Do you smoke? Do you smoke? Do you یعنی شما آیا یه کاری رو انجام میدی میدونید که از do you برای سوالی کردن استفاده میشه که وقتی موضوع ماجرا یک فعل باشه smoke فعلیه که یعنی سیگار کشیدن smoke نمیگم اسموک حالا دوباره اون تکنیک تلفظی رو یادتونه که میچسبید به هم do you do you use use, use. اینجا یو به اسم ختم میشه Do you smoke? Do you smoke? Glad to help Glad to help Glad یعنی خوشحال بچه دقت بکنید دوباره این یکی از اون مواردی که شدیدن اشتباه تلفظی درش تکرار میشه این صدا رو باید بتونید تولید کنید Glad Glad یعنی خوشحال پس تلفظی مثل glad اشتباه نداره اولش glad یعنی خوشحال to help برای کمک در حقیقت این یک جمله کامل بوده I'm glad to help یعنی من خوشحالم که کمک میکنم و مخفف شده شده glad to help منم خوشحالم که بهتون میتونم کمک بکنم از ره انگلیسی مستحاب خوردن که شما بتونید رشد بی نظیری در یادگیریتون داشته باشید دنیای خودتون رو بتونید تغییر بدید با این آگاهی و دانش با هم تکرار میکنیم. Glad to help. glad to help I am Persian I'm Persian Persian از کلمه پرژا میاد پرژا یعنی پرشیا یعنی ایران بزرگ و پرژا یعنی فارس ایرانی I'm Persian یعنی من فارس هستم من ایرانی هستم با هم تکرار میکنیم I'm Persian I'm Persian It is nothing It's nothing Nothing یعنی هیچ چیز It's nothing یعنی هیچی نیست چیز خاصی نیست دقت بکنید نکته تلفظی رو TH در اینجا حالت اول تلفظ TH زبونتون زیر نیش دندون بالا در همون حالت که نگهش داشتی بگو سه سپاس میشه nothing این از چش اینجا یه دونه آیه کوتاه داریم Nothing 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 Nothing, nothing یعنی هیچ چیز It's nothing چیزی نیست هیچ چیز خاصی نیست با هم تکرار میکنیم It's nothing It's nothing My apologies My apologies My مال من Apology یعنی عذرخواهی My apologies یعنی پوزش های بنده عذرخواهی های بنده در واقع جمله کاملش بوده Please accept my apologies از خواهی های مرا بپذیرید و کوتاه شده شده My apologies لطفا تکرار کنید از اولات زبانی و دهانیتون تقویت بشه My apologies My apologies Thanks a lot Thanks a lot a lot یعنی خیلی زیاد thanks یعنی سپاس نکته تلفظی th رو هم قبلا گفته بودم thanks a lot Thanks a lot, a lot, a lot. این نکته ریز تلفظی رو هم که قبلا بهتون گفتم با هم تکرار میکنیم Thanks a lot Thanks a lot Thanks a tone Thanks a tone Thanks یعنی سپاسگذاری کردن نکته تلفظیش رو گفتم دوباره Thanks به هم من تون یعنی تون یه تون خیلی زیاد برای اشاره به چیز خیلی زیاد Thanks a تون یعنی یک تون یا خیلی زیاد ممنونم شما اگر بخواید تشکر کنید کدوم عبارت و جمله انگلیسی کدوم رو شما ترجیح میدید برای تشکر کردن در قسمت کامنت بنویسید با هم چک میکنیم و با هم پیش میریم ton تون a تون خیلی از بچه ها می چرا انگلیسی فراره چرا آن چیزی که میخونم از ذهنم خارج میشه چرا در ذهنم نمیمونه دلیلش اینه که شما سعی میکنی حجم زیادی از اطلاعات رو وارد ذهنت بکنی مثل اینکه سعی کنی 100 تا پیتزا رو یک جا بخوری سخت نه به جای اینکه 100 تا جمله رو یک جا یاد بگیری یک جمله رو 100 بار تکرار کن حالا اگر سخت 50 بار تکرار کن 20 بار تکرار کن تا مسلط نشدی جمله بعدی رو کار نکن پس لازمه که دوباره این درس رو از ابتدا کار کنی حواست باشه به این نکته اینجوری پیش بیا تضمین میکنیم که موفق میشی صد تا جمله حیاتی رو با هم کار کردیم در درس یک امیدواریم با حمایت و همراهی شما ادامه بدیم این درس ها رو ممنونیم برای همراهیتون لطفا نظرات سازنده خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و سپاسگزاریم که سال هاست ما رو حمایت و همراهی میکنید